با نام ویر خداوند بخشنده مهربان با بر سلام و درود بی پایان خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، محمد شریف شریفی هستم و در خدمت شما عزیزان قرار دارم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسشگر. موضوعی که در این برنامه با آن پرداخته ایم جنجال‌های درون پارلمانی هست که در افغانستان ایجاد شده است و هنوز نتوانستند که رئیس قوه مقننه که یک از ارکان مهم و اساسی دولت هست را تعیین کنند. مهمانان ما در این بحث آقای سلطان آریا استاد دانشگاه و آقای جواد حمید فعال مدنی. خوش آمدید به بحث. جناب آقای آریا، ما می‌بینیم که در پارلمان متأسفانه جنجال‌های بر سر رئیس پارلمان وجود داره، در حالی که در حال حاضر می‌بینیم که فرامین تقنینی رژیم هم بسیار زیاد هست و از طرف دیگر بحث صلح و مذاکرات صلح هم جریان داره. در چنین شرایطی به نظر شما چرا تعلل میشه و هنوز نتونستن که وکلای پارلمان رئیس رو تعیین کنن؟ بنابراین که جان را فکرت آموخت، با سلام خدمت شما، خدمت آقای عمید و همچنان بینندگان گرامی تلویزیون چکات. میدونن که بحث انتخاب رئیس پارلمان از 27 ثور، از زمان برگزاری انتخابات برای انتخاب رئیس پارلمان شروع شد، زمانی که در نتیجه انتخابات از میان سه نامزد در دور اول نتونست هیچ کدام رأی اکثریت یا 50 جمعیت را به دست بیاره، انتخابات رفت به دور دوم و در دور دوم هم زمانی که نتایج اعلان شد بر اساس نصابی که ابتدا بوده به اون اساس کسی نمیتونست رأی کامل به دست بیاره، اما به اساس رأی که استفاده شده بود آقای میررحمان رحمانی 123 رأی به دست آورده بود، آقای ناصر کمال اصولی 55 رأی به دست آورده بود که باید از رقیب آقای رحمانی باشه، 53 رأی باطل شده بود، 13 رأی سفید استفاده شده بود و 3 رأی هم در این میان مفقود بود. اما چند لحظه بعد یک رأی سفید از داخل صندوق ها پیدا شد، ظاهراً الان نمیدانیم با چی اساس یک رأی ابتدا گم شده بوده، بعداً از داخل صندوق پیدا میشه و به این اساس اگر به اساس باز هم این رأی سفید بود و این اساس هم آقای میررحمان رحمانی میتونست به عنوان پیروز میدان باشه و به این اساس هم بود که ریاست موقت مجلس نمایندگان و مجلسی جرگه دیدیم که آقای میررحمان رحمانی رو به عنوان رئیس اعلام داشت. اما آقای اصولی به اساسی که گویا در ابتدا 127 رأی باید وجود می داشت و 127 نماینده در پارلمان حضور داشتند، 50 جمعیت که عبارت از 124 رأی هست نه 123 رأی، به این اساس آقای اصولی و طرفدارای اون استدلال می کنند که برای به دست آوردن کرسی ریاست 124 رأی نیاز هست و به این اساس اختلافات از اون روز تا این دم جریان پیدا کرده. البته اینجا یک نکته دیگه هم وجود داره که یک رأی اونجا، هرچند ما به این اساس هم حساب کنیم، یک نکته دیگه وجود داره که آقای طرفداران آقای رحمانی میگن که 145 رأی استفاده شده، 123 رأی 50 جمع یک هست. در همین جا یک نکته دیگه هم وجود داره که یک از آرای آقای رحمانی یک نکته در اون گذاشته شده بوده و ابتدایی تایید شده بود، حالا مخالفین تاکید دارن که این رأی هم قابل شمارش نیست و این رأی هم باطل بوده. اما من باور به این دارم که در بسیاری مسائل کلان افغانستان دیگه مسئله قانون نیست، ما تاکید بر قانون نداریم و آقای اصولی هم روز گذشته در پارلمان صحبت میکرد میگفت که ما دو راه داریم، یا که انتخابات بعدی رو برگزار کنیم، اثر انتخابات برگزار بشه، هر کس توانست 50 جمع رأی که بگیره به عنوان رئیس پارلمان انتخاب میشه، یا ای که بیایم بریم از اقلیت های افغانستان، فردی از قوم هنود یا از بلوچ ها یا از سادات یا نمیفهم از پشه‌ای یا نورستانی، از اینها فردی رو انتخاب کنیم به عنوان رئیس، ما هم قبول داریم. این دیده میشه که خب در افغانستان بس قانون نیست و او هم مشخصا همونجا میگفت که ما حالا در افغانستان بس قانون نیست، بس مصلحت هست، ما و شما هم که اینجا حضور داریم به اساس یک مصلحت هستیم، خودی به زبان خود بیان میکرد. در افغانستان متاسفانه بس قانون نیست، مشکل قانونی نیست در همین موضوع و در خیلی موضوعات دیگر، مشکل قومی است، مشکل جنگ قومی است که سالها متاسفانه در افغانستان جریان داره، ساختار قدرت قومی است که در افغانستان وجود داره، مشکل ما مردم افغانستان هست که برای نمایندگان مافیایی، برای نمایندگان بی سواد رأی دادیم که امروز داخل پارلمان میتونه همچون جنجال‌های منافع ایجاد بکنه که منافع مردم برایشان مهم نباشه، فقط منافع شخصیشون، منافع پولیشون مهم باشه. مشکل قانون انتخابات ما
ماست که اجازه داده که افراد بی سواد و افراد مافیایی بتانن وارد پارلمان بشن. مشکل قانون انتخابات ماست که همین سیستم رای غیر قابل انتقال پیش بینی کرده و افغانستان همیره پذیرفته به اساس یک اشتباه کلان. پس اینا همگی دست به دست هم داده در کنار مشکلات دیگری که در افغانستان در طول تاریخ وجود داشته و در حال حاضر وجود داره، اینا مشکلات سیاسی است که سبب میشه برخی وقتا به خود روپوش قانونی بده و بالاخره خیلی ها بیان به استدلال قانون یا با روپوش قانون رو نقض کنن و حق کسر، حق جریان رو زیر پا کنن و تا آخرین نکته برای رسیدن به منافع خود از جنگ شده، از خونریزی شده، از هر مسیر که شده برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنن. مشکل پارلمان افغانستان هم متاسفانه بس قانون نیست، چون اونجا مشخص است که آقای میر رحمان رحمانی 123 رای از 145 رای استفاده شده رای اکثریت رو به دست آورده و میتونه به عنوان رئیس پارلمان انتخاب بشه. اما چون در گذشته ها هم متاسفانه ما در پارلمان گذشته همین مشکل رو داشتیم، در دور 16 هم که در دور اول و دور دوم نه آقای قانونی توانست رای اکثریت رو به دست بیاره و نی هم آقای سیاف و بعد به اساس مصلحت آمدن آقای ابراهیمی رو انتخاب کردن، حالی هم کسانی که خود در جایگاه ضعیف میبینن و فکر میکنن اگر همه چیز از ما نیست پس از هیچ کسی دیگری هم نباشه. تشکر از شما آقای هاریم. اتون آقای حمید، آقای عرض میکنن که در واقع مشکلی که الان پارلمان بو برخورده یک مشکل سیاسی است، روی سیاسی و مصلحتی حاکم هست در قوه مقننه افغانستان تا اینکه در اونجا بحث قانون باشه و تحکیم قانون و حتی خود نمایندگان هم در واقع به دنبال مصلحت هستند، در حالی که قوه قانونگذاری یکی از ارکان بسیار مهمی هست و مهمترین رکن است. تا چنین رویه در نزد خود این وکلا هم موجود هست که اینها بر اساس مصلحت و بر اساس برخوردهای سیاسی مشکلات را حل کنند نه بر اساس قانون؟ خب من هم ابتدا عرض سلام دارم حضور شما، مهمان عزیز شما جناب آقای آریا و بیننده‌های خوب شما. من با تمام حرفایی که جناب آقای آریا گفتن موافق هستم و او تایید میکنم. متاسفانه همون رقم که گفتن مشکل افغانستان مشکل قانون نیست، بحث‌های فراتر از این حرفا هست و دقیقا همون رقم که شما گفتین برخوردهای سلیقه‌ای هست، جنگ‌هایی هست که از قبلا بوده و حالا داره اینگونه بروز میکنه. متاسفانه ببینید من فکر میکنم در کنار همه اینها یک جریان دیگه هم داره نف میبره از همین کشمکشی که فعلا داخل پارلمان هست و ای به نفع او جریان هست و او جریان به قوه مجریه یا خود حکومت هست. شما ببینید صدها مصوبه که قرار هست قانون بشه مانده و این پارلمان با همی تنش ها نمیتونه اونا رو تصویب بکنه و وقتی این قانون ها تصویب نشه طبیعتا کنترل و نظارتی از عملکرد قوه مجریه وجود نداره. در کنار از او پروسه صلح در افغانستان در جریان هست و خیلی ها نمیخوان پارلمان به عنوان یک نهاد دموکراتیک و یک نهادی که بتونه اراده مردم افغانستان رو تمثیل بکنه در این پروسه سهیم باشه و میخوان که پارلمان یا همون اراده مردم افغانستان که حالا از بود یا از طریق پارلمان او تحقق پیدا میکنه در پروسه صلح دخیل باشه. بحث دیگه که ما داریم این هست که حالا در کنار همه اینها چندین وزارتخانه ما داره توسط سرپرست ها اداره میشه و اگر پارلمانی باشه طبیعتاً به بحث سرپرست ها باید خاتمه بده. اینا همگی مسائلی هست که من فکر میکنم باعث از این میشه که این تنش همچنان ادامه داشته باشه و پارلمان افغانستان را یک پارلمان ناکارآمد و یک پارلمان ضعیف بالاخره جلوه بده که اینا نتونن کارهایی که وظایف از اونا هست و قانون اساسی به عهده پارلمان افغانستان گذاشته اونا رو انجام بده. نه، شما در واقع معتقد هستیم که در بین وکلای پارلمان نفوذ سیاسی هم صورت گرفته از طرف قوه مجریه تا اینکه اونا نتونن که حتی تشکیل خودشون رو آغاز کنن و به وزرا رأی اعتماد سر به اعتماد کنن و در مورد فرامین تقدیر رژیم که دارن بسیار زیاد هست بس و قور کنن. چرا ما چنین پارلمانی داشته باشیم؟ آیا مردم در انتخاب اشتباه کردن و یکی مشکل جای دیگری هست؟ ببینید
هر آن چیزی که در یک اجتماع رخ میده برخواسته از همون بستر اجتماعی هست یا رویه اجتماعی است که در او جامعه حاکم هست. متاسفانه رویه ما مردم همی است. ما مردم خشنی هستیم، ما مردم خشونت پرور هستیم، ما مردمی هستیم که دموکرات نیستیم و طبیعتاً این که پروسه به نام دموکراسی بیای در افغانستان شکست بخوره دور از انتظار نیست، به خاطر از اینکه همی کسانی که میبینیم شما در پارلمان دارن جنجال میآفرینند و اینا در واقع همون نمایندگی از همون تیفی میکنن که دقیقا این مفکوره رو دارن و متاسفانه اینا ریشه از اینا برمیگرده به خود اجتماع از اونا و مردم افغانستان متاسفانه هنوز به درک و آگاهی سیاسی نرسیدن. متاسفانه ما چیزی به نام منافع ملی برای ما تعریف نشده که در محور اون منافع ملی ما یک ملت واحد رو تشکیل بدیم. هنوز بحثای خودتر رو داریم دنبال میکنیم، منافع قومی، منافع سمتی، لسانی و هویت‌های خیلی کوچک رو داریم دنبال میکنیم و یک چیزی که همیشه افغانستان رو ضربه زده و باعث از این شده که قوانین یا روندهای دموکراتیک در افغانستان تضعیف بشه منافع اولیای کشور است. من نمیفهمم این اولیای کشور کیا هستن، هیچ تعریفی هم وجود نداره و همیشه مصلحت گرایی بوده، گفتن منافع اولیای کشور ایجاب میکنه که چنین باشه، در حالی که در تمام کشورها منافع ملی تعریف شده و افراد جامعه بر محور منافع ملی یک ملت را تشکیل دادن. متاسفانه ما در افغانستان چنین چیزی نداریم. آقای آریا، خب شما عرض کردین که آقای اصولی که یکی از طرف‌ها هست گفتن که یا بدون برن انتخاب بعدی صورت بگیره و یا اینکه یک نفر از قوم اقلیت رئیس پارلمان بشه، اما باز دیدیم که بر روی نکته که انتخابات دوباره برگزار بشه هم دیروز با هم تفاهم کردن ولی در نهایت امروز به جان همدیگر زدن، واضح نشدن که دوباره انتخابات برگزار کنن. این چه پیامی را داره؟ آیا واقعا کسانی که در اینجا هستن تمایل ندارن که رئیس مشخص بشه و کسانی که حرف از این میزنن که انتخاب برگزار بشه اما در عمل به این پایبند نیستن، معتقد هستن که باید به قوم اقلیت داده بشه؟ ببینیم، یک البته قرار نبوده که امروز فکر کنم انتخابات کامل برگزار بشه، بلکه قرار بوده که انتخابات برگزار شه برای همون یک رأی که تا فعلا مخالفین به اون مشکل دارن، مخالفین آقای رحمانی، همون رأی که نقطه گذاشته هست میگن این رأی رو باطل اعلام کنیم، قرار بوده فکر کنم برای همون رأی امروز انتخابات برگزار بشه. قرار بود که در واقع رأی گیری کنم، متاسفانه تعدادی از وکلا پارلمان تک کردن و نصاب ناتکمیل ماند. ببینیم، من گفتم جلوتر حتی اگر کسی بیاد 123 چی که اگر آقای رحمانی 155 رأی هم میگرفت این مشکل وجود داشت، چاد دیگه نیاز نباشه که ما پنهان کنیم که در افغانستان همین پنهانکاری های ما سبب شده که همین جنگ، همین درگیری، همین خونریزی جریان پیدا کنه. مشکل افغانستان در همین تاریخ معاصر، حتی اگر روشن‌تر بگیم بعد از ظاهر شاه خیلی نسبتاً اوریان شد در زمان حکومت آقای داوود خان، در آخر حکومت خود رفت و یک بیشتر بحث پشتونستان رو مطرح کرد و به گفته آقای غنی آقای داوود خان تبدیل شد به یک فرد عبدالرحمن خان دیگری و در زمان حکومت کمونیست ها هم که دیدیم مشکلات کجا بود در دیگه عرصه شکل می گرفت، که هرچند در ابتدا خیلی مسائل قومی مطرح نبود ولی در آخر این حکومت آقای نجیب هم دیدیم که یک فرد به اساس گفته خیلی از کسانی که در اون دوران زندگی میکردن و کسانی که نوشتن، این هم یک فرد قومگرای تبدیل شد و در حکومت های بعدی هم دیدیم حکومت مجاهدین با ساختار قومی شکل گرفت و بالاخره با سبب شد همین مسائل قومی سبب جنگ و خون ریزی های در کابل شد که چقدر انسان ها کشته شدن، شهر کابل و ایران شد و جنجال های بعدی و سبب شد که باز یک حکومت قومی دیگر به نام طالب به وجود بیاید. اما بعد از اون که یک حکومت دموکراتیک قرار بود در بون شکل بگیره و حضور جامعه جهانی، همین تصمیم هم در اونجا بر اساس یک مصلحت و یک ساختار قومی در نظر گرفته بود تا بتونن در دراز مدت در ابتدا برای تمام اقوام نسبتاً سهم بدن، تا بتونن در دراز مدت یک حکومت دموکراتیکی ایجاد کنن، هر کس بتونه بر اساس توانایی و شایستگی و رأی که به دست میاره در ساختار قدرت سهیم بشه، به ویژه در مقام های انتخابی. اما در واقعیت است که آن چیزی که امروز اتفاق میفته و در این حالی که ما در 17 سال گذشته عقب گرد داشتیم، اون چیزی که ما می‌خواستیم بریم به طرف نظام دموکراتیک، متاسفانه عملکرد ما، نگرش ما و برخورد ما نسبت به دموکراسی هم روز به روز ضعیف‌تر شده. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که
اون جنگ هایی که گذشته ها در میدان جنگ صورت می گرفت، در بیرون از پارلمان صورت می گرفت، در بیرون از ارگ صورت می گرفت، در شهر کابل، در شهرهای مختلف جنگ صورت می گرفت، امروز در یک ساختار دیگر داخل پارلمان باید صورت بگیره، در یک ساختار دیگر داخل شوراهای ولایتی باید صورت بگیره و در یک جایی باید این جنگ ها به گونه از گونه ها جریان پیدا کنه. اما مشکل کلانتر همون طبیعت تقسیم قدرت در افغانستان هست یا ماهیت توزیع قدرت در افغانستان هست. توزیع قدرت به اساسی که پشتون‌ها در رأس، تاجیک‌ها در جایگاه دوم، هزاره‌ها در جایگاه سوم، ازبک‌ها در جایگاه چهارم، بعداً بریم به سر نمیدانم پشه‌ای و بلوچ و افراد اقوام دیگر و همین ساختار باید رعایت بشه، در حالی که این برخلاف دموکراسی جنجال ها بر سر مسئله قومیت هست و یک قوم حاضر نیست که قوم دیگر به عنوان رئیس پذیره و تا ترجیح میدن که یک اقلیت که از قوم اقلیت هست او رئیس بشه، ولی فرد دیگر حتی اگر توانایی هم داره ولی قوم مخالف است او رئیس نشه. دقیقاً حتی پیام های منتشر شده بودی روزا که آقای نمیفهمم اصولی گفته که حتی ما حاضر هستم یک کافر هم بیای به اینجا به قدرت برسه ولی فلان به قدرت نرسه. متاسفانه در داخل افغانستان این مشکل خیلی حالا دیگه دم بدم داره اوریان میشه، ولی چیز خیلی غیر قابل پیش بینی هم نیست. ما سالها پیش گفتیم که ما باید به یک نقطه برسیم که کنار هم بشینیم بگیم دیگه کجا بریم، دیگه باید افغانستان رو به کجا ببریم، یعنی باید در همچو جایگاهی برسیم. من باور دارم که هنوز هم تنش ها بیشتر میشه، هنوز هم درگیری ها بیشتر میشه. اون مسائلی که در گذشته ها پنهان بوده و هیچگاه خیلی اوریان بیان نمیشده و دیده نمیشده، حالا در بستر دموکراتیک نسبی که بگوییم شکل گرفته، اما طبیعت ما انسان های افغانستانی دموکراتیک نیست، ذهن ما دموکراتیک نیست، عملکرد ما دموکراتیک نیست، بالاخره به گونه ای از گونه ها باید بروز بکنه. و ما باور دارم که باید و حتمی ما باید به یک جای برسیم که بیاییم پشتون و هزاره و تاجیک و ازبک و همگی بیان بگن دیگه کجا، دیگه میخوایم افغانستان ما کجا ببریم، به نفع کی تمام شده؟ آیا به نفع تاجیک تمام شده؟ آیا به نفع ازبک تمام شده؟ آیا به نفع پشتون تمام شده؟ جنگی که سالها در افغانستان جریان داشته، درگیری که سالها در افغانستان جریان داشته، به این اساس مشکل پارلمان هم متاسفانه در کوتاه مدت که اگه ما بخوایم بگیم که حالا یک از طرف ها خیلی ساده کنار میره از این فرایند و تن به یک سازکار جدید میدن که متاسفانه وجود نداره. طبقه که امروز در پایان جلسه دیده شد، آقای امان‌الله گذر هشدار داد که ما به هر گونه ای که شده آقای رحمانی را به کرسی پارلمان می نشانیم و کسی هیچ کسی هم نمیتونه در این مورد مخالفت کنه. و برعکس اون آقای اصولی هم هشدار داد که ما هیچ کسی به عنوان رئیس پارلمان برخلاف قانون نمیپذیریم. آقای حمید، بس اینجا هست. خب الان پارلمان قوه بسیار مهمی هست و در این شک وجود نداره و تو میتونه که در مقابل خودکامگی های قوه مرجع هم ایستادگی بکنه و با تدوین قوانین درست و به جا. بس شخصیت ها هم خیلی مهم هست. گاهن شخصیت ها هستن که شخصیت های کاریزماتیک هستن، نخبه های سیاسی، نخبه های حقوقی هستن. خب میبینید که الان در پارلمان ما دو دستگی ایجاد شده بر سر انتخاب رئیس بین آقای رحمانی و آقای اصولی. آیا واقعا این دو فرد صرف نظر از اینکه از چه قومی هستن، آیا چنین شخصیت کاریزماتیکی هستن که بتونن ریاست پارلمان رو پیش ببرن؟ به نظر من نه، متاسفانه اینا دارای او شخصیت کاریزماتیک نیستن، نه آقای رحمانی و نه هم آقای کمال ناصر اصولی، به دلیل از اینکه خب اگر پیشینی از اینا بررسی بکنیم، اینا تا قبل از همین دوره 17 ام پارلمان بایی که در پارلمان هم حضور داشتن هر دو نفر از اینا در دوره 16 ام چهره های معروفی در پارلمان نبودن و صرفا در همین دوره پارلمان او هم بر اساس از اینکه خیلی از چهره‌های کاریزماتیک یا رهبرای اجتماعی سیاسی که قبلا در پارلمان حضور داشتن، مثلا رهبران سران مجاهدین در پارلمان حضور داشتن، متاسفانه اونا دیگه نیستن در پارلمان. کسان جدیدی آمدن، بچه‌های از اونا آمدن به پارلمان و او بچه‌های او رهبرا هم خود از اونا نمیتونن جایگاه پدر خود بگیرن. به همون خاطر هیچ کدوم از این دو چهره، او چهره کاریزماتیک یا چهره مؤثر برای رهبریت پارلمان افغانستان نیست. بله. پس این دلیلی که وکلای پارلمان حتی در بین کسانی که راه پیدا کردن
خب اشخاص تحصیل کرده هم هستن، صاحب فهم هستن، علی قانون هم بین اونها هست. چرا کسانی که در واقع نخبه های جامعه هم بودن و از بطن جامعه برخواستن و به پارلمان راه پیدا کردن، الان در این دو موزگیری در تقابل و دیگر قرار گرفتن؟ حالا که کسانی که قرار هست که انتخاب هم بشن به عنوان رئیس، به زعم شما اشخاص کاریزماتیک نیستن. ببینید، پارلمان افغانستان، پارلمان دور 17 از بعد و شروع به پروسه انتخابات با چالش روبرو بود. یکی که حکومت سعی بری داشت که بالاخره انتخابات مهندسی بکنه و مهره‌های داخل پارلمان جابجا بکنه که بتونن به نفع حکومت کار بکنن در پارلمان، تا حدودی موفق بود. اما متاسفانه، حالا یا خوشبختانه بگیم، حکومت هم نتونست به کل این خواسته خود دست پیدا بکنه. یعنی حداقل نیت حکومتی بود که 50-60% از اعضای پارلمان افرادی باشند که حکومت میخواد، ولی این تقلیل پیدا کرد، کاهش پیدا کرد به 30% یا 20%. و متباقی چهره های جدیدی آمدن، جوان های آمدن. شما ببینید مثلا از هرات 5-6 چهره جدید جوان به پارلمان رفتن و اینا کسانی هستن که حالا با حکومت هم تعامل ندارن تا اندازه‌ای و نمیتونیم بگیم که اینا مهره‌های حکومتی هستن که رفتن به پارلمان. در اینجا حکومت وقتی که میبینه که خب جو پارلمان به نفع از اونیه، خب طبیعتاً خواهان از این هست که یک تنش به وجود بیاید در پارلمان و این تنش حالا از طریق کسان مثل کمال ناصر اصولی، من فکر میکنم که حکومت داره پیش میباره. در اگر خواسته باشم جواب درسته به سوال شما بودم، این هست که ببینید تمام مسائلی که فعلا در پارلمان هست، حتی ریاست پارلمان، دقیقا جنگ قومی هست که در افغانستان وجود داره و حالا در پارلمان هم به این گونه بروز کرده و تمام اینا سبب از این شده که او افراد تحصیل کرده ای که حالا به گفته شما باور ندارن به این مسائل، به مسائل قومیت و به این مسائل پا پیش نگذارن و کسانی بیان پا پیش بگذارن که خب حداقل حمایت قومی پشت سر خود داشته باشن. آقای میر رحمان هم حمایت قومی پشت سر داره، آقای کمال ناصر و اصولی هم تا حدودی قومیت همو حمایت قومی پشت سر خورد. بله، در بین کسانی که پارلمان راه پیدا کردن چهره های جوان و تازه هم دیده میشه. چرا در نسل جوانان ما که در واقع اونها نسل امروزی هستن این دیدگاه قومی هنوز هم وجود داره؟ ببینید، شما وقتی که در یک جامعه زندگی میکنیم که با همین مسائل بزرگ شدین، بخوایم نخوایم تاثیرگذار هست روی شما. او جوانی که امروز به پارلمان رفته متاسفانه از خارج از افغانستان که نیامده، در همین بستر اجتماعی و در همین کارزارهای قومی بزرگ شده و طبیعتاً وقتی که میبینه که راهی نداره، هیچ منطق دیگه جواب نمیده، طبیعتاً او هم رو میاره به قوم‌گرایی و متاسفانه خیلی از کسانی که تا سالهای گذشته باور نداشتند به مسائل قومی و مبارزه میکردن علیه همو مفکوره افراطی قومگرایی، امروز خود اینا رفتن و دارن از یک قوم دفاع میکنن به دلیل از اینکه دیگه منطقه در افغانستان جواب نمیده. وقتی که شما همیشه کوتاه بیایی و همیشه بگی که خب ما همدیگر پذیر هستم به خاطر این مصلحت، به خاطر اون مصلحت، و همیشه ببینی که ای تویی که داری ایثار میکنی، قربانی میدی و فداکاری میکنی و یک قوم دیگه میای فقط همیشه زور میگه برای تو، طبیعتاً شما هم رو میاری به قوم گرایی. آقای آریام، آقای حمید در صحبت های خوش اشاره کردن بر اینکه حرف های موجود بوده مبنی بر اینکه حکومت در واقع خواستاری بوده که انتخاب را سازماندهی کنه، به نحوی مهندسی شده بعضی چهره ها رو وارد پارلمان کنن. آیا این درگیری که الان ما می‌بینیم در پارلمان میتونه که مولود همون در واقع سازمان یافته شده توسط حکومت باشه؟ خب در برخی موارد من گفتم که پیش از اینکه حکومت وحدت ملی به وجود بیایه، حتی همین ایده زمانی که فکر میشد شاید همچه حکومت به وجود بیایه بعد از جنجال انتخاباتی سال 93، من اونجا در یکی از روزنامه نوشتم باخت باخت باخت، هم ملت، هم غنی و هم عبدالله میبازن. و بعدها هم بارها در رسانه ها بس کردیم که این حکومت بحران هست، این حکومت بحران میافرینه.
چرا؟ چون دوام همین حکومت، بقای همین حکومت وابسته به قومیت هست، وابسته به بحران‌های بیشتر هست، وابسته به درگیری‌های بیشتر هست، و هرگاه که پارلمان مشروعی وجود داشته باشه به عنوان قوه قانونگذار، به عنوان قوه ناظر بر عمل کرده حکومت، میتونه خیلی از خواسته‌های جریان حاکم فلش کنه، میتونه خیلی از خواسته‌های اینها پاسخ منفی بده یا بالاخره اینها از خواسته‌هایشان باز بداره. اما در عمل ما دیدیم که آقای غنی هم زمانی که به قدرت رسید، حکومت وحدت ملی به وجود آمد، دیدیم که دوام پارلمان با یک پارلمان مشروع ترجیح داد، فرمان تقنینی صادر کرد، فرمان صادر کرد که چند سال، حداقل 3 سال دیدیم پارلمان ادامه پیدا کرد، انتخابات نخواستن برگزار بشه با وقت از او، و در حقیقت در 90% عمر یا 95% عمر حکومت وحدت ملی ما از یک پارلمان نامشروی برخوردار بودیم. اگر 90 نگوییم به معذرت، حداقل 70% این ما یک پارلمان نامشروی داشتیم که وابسته به فرمان رئیس جمهور بود، باشیم یا نباشیم. به این خاطر این پارلمان مجبور بود که به اساس همون، متاسفانه در افغانستان گفتیم بس امتیاز هست، بس همون معاش هست، بس استفاده از پایگاهی که تا فعلا داشتن اونا برای اینا مطرح بود، برای نمایندگان پارلمان هم به این اساس رئیس جمهوری میتونست خیلی ساده از پارلمان به نفع خود استفاده کنه. حالا هم که در آخر حکومت انتخابات برگزار شد، دیدیم که نتایج بعد از 8 ماه حداقل اعلان میشه، اعلان شده پارلمان شکل گرفت. حالا هم آقای رئیس جمهور و در کل حکومت بگیم، خانه ای هست که یک پارلمان ضعیف وجود داشته باشه، پارلمانی که نتونه تصمیم بگیره. اگر واقعا این پارلمان شکل میگیری و واقعا نمایندگان مردم در این پارلمان حضور می داشتن که خواهان منافع ملی و بالاخره هر چند چیز به نام منافع ملی تعریف نشده، حداقل یک سری چیزهای برای افغانستان میخواستن، و از این بود که حالا میتونستن در مسئله جنگ افغانستان هم حرف برای گفتن داشته باشن، حداقل همین جو حاکم به نفع ملت تغییر بدن، در مورد صلح افغانستان میتونستم حرفای برای گفتن داشته باشن، در مورد انتخابات ریاست جمهوری میتونستم حرفای برای گفتن داشته باشن، در مورد آن چیزی که فعلا توسط آمریکا بر افغانستان تعمیل میشه و آن چیزی که جو منطقه‌ای ایجاد کرده، حداقل اینها میتونستم یک موضعی داشته باشن و بتونن منافع افغانستان رو دنبال کنن. یعنی نفوذ حکومت در پارلمان مشهود هست. نفوذ حکومت از ابتدا، همونطور که آقای حمید گفتن، مجله ها در روز ما برخی روزنامه ها منتشر کردن که آقای رئیس جمهور و تیم ارگ برای 50 فرد در ولایت های مختلف هر کدام $50,000 کمک کرده، و هیچگاه ارگ هم نتونست همچون چیز رد کنه و حداقل نخواست همچون موضوعی پاسخ بده، و از توسط یک از نهادها به افراد مختلف گفتن کمک شده، کمک $50,000 و برخی هم شاید بیشتر. و اما در نتیجه دیده شد که برخی از این افراد، حتی افراد مورد نظر ارگ در هرات هم، کسانی که گفته میشد پول گرفتن، به پارلمان را پیدا نکردن، و شاید شمار از این افراد را پیدا کردن به گونه‌ای که نتونست ریاست جمهوری یا قوه اجرایی 50 جمعیت پارلمان را به دست بگیره. اما روزهای اول هم دیدیم در کنار کمال ناصر اصولی، کسان ارزندام کردن و مخالفت کردن که حداقل نسل جوان بودن، کسان آمدن روز بعدی نگذاشتن آقای رحمانی به کرسی پارلمان بشینه که بیشترشان خانم ها بودن، و خانم هایی که انگشت انتقاد به طرف اینا دراز هست که اینها از مورهای عرب بودن و در زمان انتخابات هم اینا حمایت شدن، یا در نتیجه هم اینها به زور وارد شدن، چیزی که حداقل در رسانه ها درس کرد و گفته شد به بارها و تکرار. همین کسان دیدیم بودن که مخالفت کردن. اکثریت کسان، حتی اگه ما بگیم پشتون یا فلان و بیمدان که بس روز اول حداقل بگیم بس قومی خیلی برجسته بوده باشه، روز اول همچون چیز خیلی دیده نشد. کسانی که مخالفت کردن حداقل 40 تا یا 35 تا یا کمتر یا بیشتر خانم ها بودن، و خانم هایی هم بودن که نسبتاً بگوییم برخی حتی در غرب اینا زندگی کرده بودن، برخی از جایگاه و شهرت نسبتاً مثبت در داخل جامعه برخوردار بودن. در نهایت یک چیزی که خیلی روشن هست و همین حال هم مشهود هست، رد پای ارگ هست در پارلمان. در خیلی مسائل میبینیم که رئیس جمهوری مداخله میکنه، در خیلی مسائل حتی میبینیم که رئیس جمهور مداخله میکنه، در بحث‌های قانون‌گذاری زمانی که پارلمان به نتیجه نمیرسه مستقیما مداخله میکنن و گزینش خود انجام میدن. ولی چی شده که تا فعلا هیچ مداخله، هیچ صحبت آقای رئیس جمهور در مسئله پارلمان نداشته؟ چی گونه هست که آقای رئیس جمهور که در خیلی مسائل میخواد اساس نشان بده و مداخله کنه، در این مسئله بی‌طرف هست؟
آقای عبدالله هم به گونه غیر مستقیم بارها در حقیقت بیان کرده در چند هفته گذشته که آن چیزی که صورت میگیره برخلاف قانون هست و نباید همچون چیزی داخل پارلمان جریان داشته باشه. به این اساس و آقای امید چلوتر صحبت کردن جریانی که نفت میبره قوه مجری هست. جناب آقای حمید، اگر این پارلمان در واقع حالا بیان با هم دیگر تفاهم کنن و یک نفر به عنوان رئیس انتخاب بشه، بان هم ما میبینیم که در دور 16 منتقدین حکومت در پارلمان بیشتر بودن و در بسا موارد در مقابل حکومت ایستاد شدن و تا اپوزیسیون رو تشکیل داده بودن. حالا ما شاهد اون مقاومت در پارلمان در این دور 17 خواهیم بود با تناسب به دور 16؟ ببینید، بخوایم نخوایم، پارلمان، فضای پارلمان، جو پارلمان اینگونه هست که بالاخره فراکسیون های شکل میگیره در داخل پارلمان و طبیعتا فراکسیون مخالف، حالا من اسم فراکسیون میگذارم نمیگذارم که اپوزیسیون، به دلیل از اینکه خب در دور گذشته هم ما دیدیم که این اپوزیسیونی که نام میبریم اپوزیسیون خیلی قوی نبود به خاطر از اینکه نتونست تاثیرگذار باشه و یک سری همو به صلاح اهداف خاص خود اپوزیسیون تعقیب میکرد و من فکر میکنم که عمل کرده همون اپوزیسیون هست، البته تا قسمتی که حالا این فضا هم داره ملتهب میکنه، یعنی با دید از این که خب یک اپوزیسیونی میایه که باز بر محور قومیت شکل میگیره، اگر رئیس پارلمان این دفعه از این قوم باشه طبیعتا تمام پارلمان بر علیه قوه مجریه میشه. فعلا این دیدگاه وجود داره. من اپوزیسیون اگر خاطر از اینکه واضح بشه اسم ببرم، اگر آقای پدرامر ما نام ببریم که اونا اپوزیسیون اعلام کردن و آمدن داخل پارلمان دوره گذشته، ببینید آقای پدرامر هم همیشه بحث‌های قومی خود داشته، یعنی همیشه درگیر بوده با مسائل قومی، یکانه کسی بوده که از جناح قوم تاجیک آمده علیه پشتون‌ها اصاد شده. خب متاسفانه ترس از همی که یک چنین جریان قوی تر در پارلمان شکل نگیره باعث انمی تنش ها شده، یک علتی هم همی است که حالا اگر رئیس پارلمان باز بیای تاجیک باشه و بالاخره فراکسیون یا اپوزیسیونی هم شکل بگیره، این اپوزیسیون و فراکسیون قوی تر خواهد بود. اما در کل شکل میگیره فراکسیون مخالف حکومت یا قوه مجریه، حالا شاید تعداد از اینا اندک تر باشه اما شکل میگیره و به خاطر از اینکه ذات پارلمان این گونه هست که باید این چنین فراکسیون هایی در پارلمان باشه، بر اینکه چهره های زیادی در این دور حضور ندارن و حتی اونا سلب صلاحیت چون نتونستن که انتخابات شرکت کنن. آقای یاریا، با اینکه چهره های گذشته حضور ندارن اما چهره های جدید هم بعضا چهره های بدی نیستن، چهره هایی هستن که تحصیل یافته هستن، چهره هایی هستن که با انگیزه و با فکر رفتن به پارلمان. حالا اینکه شرایط پارلمان اینگونه شده و شاید اجازه کار برای از اونا نده یک بحث جدا است، اما کسانی که حالا رفتن از همین هرات ما و شما هم به پارلمان رفتن، حداقل دو سه کاندیدا میتونیم بگیم که کاندیدای هستن که با یک فکر با یک اندیشه به کارزار همون انتخاباتی پارلمان پا گذاشتن و امروز به عنوان نماینده پارلمان در پارلمان حضور دارن. به نظر شما در واقع جو پارلمان به نحوی است که بخوایم نخوایم جناب بندی های صورت میگیرن و یک تعداد در این میان مطرح میشن که ما افرادی که نام بردیم هم در دوره گذشته مطرح نبودن ولی با در واقع جبهگیری هایی که در پارلمان داشتن مطرح شدن و احتمال هست که افراد جدید هم از میان جوان ها باشن. آقای آریا، ما در پارلمان وقتی نگاه میکنیم طبیعتا یا پارلمان ها اسبی هستن و یا هم همین گونه روشی که ما الان انتخاب میکنیم و بدون دخالت احزاب، خب طبیعی هست در چنین شرایطی منافع فردی بیشتر از منافع ملی و منافع حزبی هست. حالا اگر در سطح کلام منافع ملی نا تعریف نشده، خب طبیعتا منافع حزبی بین اعضای حزب تعریف شده هست. اگر ما نظام انتخاباتی من تغییر میکرد و احزاب قدرت بیشتری پیدا میکردن و میتوانستن که در واقع تشکیل کدرها بدهن و وارد انتخابات بشن، فکر میکنیم که این بهتر نمیبود تا اینکه الان فرد تصمیم بگیره در پارلمان؟ دقیقا یک بحث هم همیست. سال گذشته این بحث در یک مقاله علمی مطرح کردم و که مقایسه کردیم میان نظام رای قابل انتقال تا نظام تناسبی و اونجا نتایج تحقیق کاملا نشان میداد که هرچند جدا از تحقیق میدانیم که رای غیر قابل انتقال دیگه در جهان امروز استفاده نمیشه، به جز 2 یا 3 جزیره کوچک در دنیا استفاده میکنن، دیگه کسی در جهان ایر رده خارج ساختن
و قابل استفاده نیست. در اونجا نتایج تحقیق هم نشان میداد که بی رأی که پارلمانی که از همچون رأی بیرون بیاید یک پارلمان از هم گسیخته‌ای هست. 250 نماینده میتونه 250 فکر داشته باشه. این 250 فکری که به اساس تعهد نیامده داخل پارلمان، رأی هم که به دست آورده باید رأی قومی باشه، باید رأی منطقه‌ای باشه. اینجا این نشان میداد که گروه‌های سیاسی مقتدر در داخل افغانستان شکل نمیگیره. دسته‌های پارلمانی یا گروه‌های پارلمانی که باید شکل بگیره، اینها باید گروه‌های حزبی باشن که تعهد حزبی داشته باشن، از نگاه فکری با همدیگر سازگاری داشته باشن و در این حال یک رقابت معنادار در درون پارلمان حزبی شکل میگیره که از اول هر کس میفهمه که منافع ما چی هست، منافع ما حزب ما چی هست و در دراز مدت ما چی جایگاهی باید در افغانستان حزب ما داشته باشه. به این اساس در نظام رأی یا در سیستم رأی تناسبی که پارلمانی که بر اساس رأی حزب آماده باشه، شما مجبور هستیم، شما حزب شما برای یک سال به قدرت نمیرسه، شما انتظار ندارین که به همین دوره به پارلمان باشیم، شما انتظار داشته دارین که حزب شما در طول عمر خود در طول تاریخ در رأس قدرت باشه. به خاطر شما مجبور هستیم به مردم هم پاسخگو باشیم، شما دیگه نمیتونیم از جنابندی های قومی هم زیاد استفاده کنیم. زمانی که شما وارد پارلمان هم میشیم، دیدگاه شما و عملکرد شما باید واضح باشه برای پشتیبانان شما، برای اعضای حزب، برای طرفداران حزب حداقل روشن باشه که شما در داخل پارلمان چه کار میکنید، شما باید برای مردم بیاین پاسخ بدیم. و دسته های انتخاباتی هم که اونجا شکل میگیره بر اساس یک برنامه هست، بر اساس یک فکر هست و دقیقاً میتونه برای دراز مدت برای دموکراسی اساساً خود احزاب سیاسی خودشان اینها پایگاه‌های برای تقویت دموکراسی هستند، اینها ستون فقرات دموکراسی هستند، اینها خالقان دموکراسی هستند، اینها چرخ‌دنده ماشین دموکراسی هستند و اساساً دموکراسی بدون حزب در دنیا دیگه فعلا معنا نمیشه و دموکراسی نمیتونه به وجود بیاید. و بر اساس نه تنها این که حالا ما بگویم این تحقیق نشان میده، تحقیق که من انجام دادم، بلکه تحقیقات مختلفی که در افغانستان توسط خارجیان صورت گرفته پیشنهاد میکنند که باید تغییر کنه و تجربه افغانستان و عراق را اگر مقایسه کنیم عملا نشان میده که عراقی ها در سال 2018 به جای رسیدن که برای آمریکا بگن ما دیگه به تو نیاز نداریم. در ابتدا بدبینی ها و ناخوشبینی های در مورد نظام انتخاباتی که تناسبی بود، حزبی بود، وجود داشت، مردم مشارکت اینا خیلی پایین بود، ولی در دراز مدت دیدیم که توانستن مشارکت را افزایش بدن، دموکراسی رو اونجوری معنای واقعی نسبتاً نسبی بر از حداقل بدن، بالا حکومت به وجود آوردن که دیگه اون اختلافات مذهبی و قومی که در ابتدا مطرح بود بیشتر مذهبی، اونها هم از بین رفته. امروز یک نهاد به نام حکومت، نهاد به نام قوه قانونگذار، نهاد به نام قوه قضاییه عملاً در اونجا به گونه مستقل عمل میکنه و مردم میتونن خود در قدرت سهیم ببینن. و چیزی که آقای خلیل‌زاد هم در کتاب فرستاده مطرح کرده که ما اشتباهی که کردیم رفتیم از نظام رأی غیر قابل انتقال استفاده کردیم و اگر ما هم مثل عراقی ها میرفتیم به طرف رأی تناسبی با اینکه ابتدا بدبینی وجود داشت در مورد اعذاب، ولی امروز ما میتونستیم یک اعذاب قوی داشته باشیم، امروز در پارلمان مطمئن باشیم کسی که به رأی اکثریت رئیس میشد و او پال از یک حزب می بود میتونست حداقل فکر کنیم حالا یک حزب 30% رأی می داشت، این 30% 30 نفر نبودن، اینها پایگاه اجتماعی داشتن، اینجا پایگاه سیاسی داشتن، هیچ کسی نمیتونست مخالفت کنه. به این اساس طبقه که در ابتدا اشاره کردم، یک از مشکلات ما در درون پارلمان و یک از مشکلاتی که در فرایند دموکراتیک در افغانستان به وجود آمده همین نظام رأی غیر قابل انتقال با تأکیدی که توسط آقای کرزی صورت گرفته بود و تأکیدی که توسط آقای غنی صورت میگیره که باید همین نظام حفظ بشه و به نفع ما هست، متاسفانه جنجال ها روز به روز افزایش میده و ما برخلاف این که به جای این که بریم به طرف دموکراسی، ما به طرف اختشاش میریم، به طرف درگیری میریم، متاسفانه به طرف تشنج و پراکندگی و چند دستگی بیشتر حرکت میکنیم. شکر شما آقای حمید. آقای آریا معتقد هستن که در واقع اگر نظام متعقید میکرد و ما حائز یک پارلمان حزبی میبودیم و نظام چند حزبی که میتوانستن که تشکیل حکومت بدن و از منافع حزبی در پارلمان دفاع کنن، این شاید یک باعث میشد که حداقل نگاه های قومی نباشه و هم کم باشه. نظر شما چه از راه برون رفت در حال حاضر چه هست این پارلمان ما؟ ببینید، حالا نظری که آقای آریان مطرح میکنن نه تنها که حالا نظر اینا هست، بلکه نظر خیلی از صاحب نظرهای دیگه هم هست که در دنیای سیاست بالاخره امروز به این باور رسیدن که میگن که باید پارلمان ها حزبی باشه. اما او چیزی که
به نظر من با شرایط افغانستان متاسفانه ما با اینکه اگر میرفتیم به طرف اینکه یک پارلمان حزبی هم میداشتیم به اساس از اینکه احزاب سیاسی در افغانستان باز هم در محوریت قوم هست و احزاب بیشتر قومی هستن تا یک مفکوره سیاسی باشن، باز هم من فکر میکنم این تنش ها در افغانستان وجود داشت. ما به شخص راه حل برای از این موضوع ندارم که ما بگم مثلا اگر ما این کار رو میکردیم میتونستیم از این بنبست خارج بشیم، به دلیل از این که میگم تمام ساختارها در افغانستان حتی ساختارهای سیاسی حزبی امام که هست ببینید قومی است. اگر حزب اسلامی هست مختص به یک قوم هست، اگر حزب جمعیت هست مختص به یک قوم هست، اگر حزب وحدت هست مختص به یک قوم هست و همینطور احزاب ملی و فراگیر ما نداریم در افغانستان. پس بنابراین اگر ما او سیاست را هم پیاده میکردیم یا او سیستم را هم پیاده میکردیم در افغانستان، من فکر میکنم که این تنش ها باز هم ادامه داشت. ما فکر میکنم که خب پروسه ملت سازی به شکل درست از او در افغانستان هیچگاه اجرا نشده و خوب است که این پروسه شروع کنیم و این پروسه با گفتمان های شروع میشه که آقای آریا هم در صحبت های اولیه خود داشتن، گفتمان هایی که ما بیایم بشینیم اقوام که ما چی نوع حکومتی میخوایم، چی نوع دولتی میخوایم، دولتی بر محوریت قومیت میخوایم یا دولتی میخوایم که بر اساس همو رأی و آرای شهروندی باشه. شما معتقد هستین که باید در واقع ما به دنبال ملت سازی بریم تا اینکه حتی این احزابی که قومی هست اینها رو ترویج کنیم؟ تشکر از شما آقای آریا و آقای حمید از اینکه برنامه اشتراک کردین. تشکر ویژه از شما عزیزان دارم که تا این لحظه با برنامه پرسشگر همراه بودیم. نظر و دیدگاه مهمانان ما را در خصوص مشکلاتی که در پارلمان وجود آمده را دیدیم و شنیدیم و پیشنهاداتی که برای بهبودی این وضعیت داشتن و با توجه به نگرشی که در پارلمان متاسفانه به نظر می‌رسد که حاکم هست و از نظر مهمانان ما نگرش قومی هست و برای فایق آمدن به این وضعیت به زعم آقای آریا باید یک نظام حزبی به وجود بیاید تا اینکه پارلمان حزبی میشد و به زعم آقای حمید بعد ما به دنبال ملت سازی بریم، زیرا احزابی که به وجود آمده هم متاسفانه که کار ویژه اونها کار ویژه قومی هست. این بود محتوای برنامه ما. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.